بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام ما هذه الغميزة عن حقي والسنة عن ظلامتي؟ چرا نسبت حالا ابعاد عمیقه خود این دوتا کلمه، یکی غمیزه یکی سنه، اینو با بزرگان علمای اهل ادب و لغت معنای تحت لفظش اینه حضرت گله میکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها این فرمان چرا حق منو خوردن؟ شما چشتونو پایین انداختی، بروتون نیوردید دیدید، بروتون نمیارید که دارید میبینید. ما هذه الغمیزة عن حقی، چرا مرا ظلم کردن؟ من مظلوم قرار گرفتم، شما بی تفاوت بودید. این چشم پایین انداختن، این برو نیوردن، این بی تفاوت بودن نسبت به اون که بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله، بعد از شهادت پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله انجام شد، حضرت این را خطاب میکنن با تعبیر حضانة الاسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. باز دلم خون شد و چشمم گریست، آن که دلش چون دل من نیست کیست؟ باز دگر باره رسید اربعین، جوش زند خون حسین از زمین. اربعین با بوی خون در مشام و آبله در پا رسیده است و شعرهایی با کلمات خون رنگ در سوگ آلاله های بی سر دشت نینوا آورده است تا بگوید دلبستگی های زینب در آن دشت بلاخیز یکی پس از دیگری پرپر شدند و شکیبایی جان به لب شد. با سلام. نامگذاری اربعین حسینی با عنوان روز جهانی لبیک یا حسین توسط بزرگ احیاگر شاعر حسینی آیت الله العظمی شیرازی، اخبار و رویدادهای ویژه اربعین حسینی به همراه چند بیانیه و پیام دیگر در اخبار و رویدادهای این برنامه.
نامگذاری اربعین حسینی به نام روز جهانی لبیک یا حسین توسط آیت الله العظمی شیرازی در آستانه فرارسیدن اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام، بزرگ احیاگر شعائر حسینی، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی، این روز با عظمت را روز جهانی لبیک یا حسین نامگذاری کردند. معظم الله به همین مناسبت فرمودند اربعین حسینی روز جهانی لبیک گویی ملت ها به مددخواهی امام حسین علیه السلام است. برگزاری همایش فکری و فرهنگی به مناسبت اربعین حسینی در کربلا. در آستانه اربعین حسینی دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلای معلا به منظور آمادگی و زمینه سازی برای زیارت حضرت سید الشهدا علیه السلام اقدام به برگزاری همایش فکری و فرهنگی کرد. در این همایش که با حضور روحانیون، خطبا و نمایندگان مؤسسه‌های فرهنگی و علمی برگزار شد، شرکت کنندگان به ضرورت ارتباط با حیات حسینی و دسته‌های عزاداری، یافتن راهکارهای جدید برای فعالیت‌های فرهنگی دستجات و حیات عزادار و بهره جستن از فرصت حضور زائران میلیونی در مناسبت‌های بزرگ زیارتی تأکید کردند. پیام حضرت آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت شهادت زائران سید الشهدا علیه السلام در زیارت مقدس اربعین حسینی. بزرگ احیاگر شعائر حسینی حضرت آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت شهادت جمعی از زائران حرم سید الشهدا علیه السلام در آستانه اربعین حسینی پیامی صادر فرمودند. در این پیام می‌خوانیم: بسم الله الرحمن الرحیم. بی تردید هر یک از شهیدان زیارت مقدس اربعین امام حسین علیه السلام مصداق این سخن امام صادق علیه السلام است که فرمودند خدای متعال هر گناه او را می‌بخشد و می‌تواند در میان خانواده خیش شفاعت نماید و نخستین کسانی که با او مصافحه می‌کنند رسول خدا و امیرالمومنین صلی الله علیه ما و آله ما خواهند بود. بنابر این شهادت شهدای نیکوکار گوارایشان باد و برای مجروحان دعا می‌کنیم که شفای کامل و عاجل را به دست آورند و برای بازماندگان داغدار آرزوی صبر جمیل و اجر جزیل داریم و بدا به حال ستمگران قاتل. انا لله و انا الیه راجعون. 19 صفر 1434 بیانیه بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت اربعین حسینی. بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی در آستانه روز اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام و گرد همایی ده ها میلیونی حسینیان جهان در کربلای معلا بیانیه ای صادر کرد. در بخشایی از این بیانیه می‌خوانیم زیارت اربعین از دیرباز و هماره تا به امروز و در آینده صحنه است که هر انسان با انصاف را بهت زده و هر کینه توزی که پرچم دشمنی بر ضد خاندان رسالت برافراشته خشمگین می‌کند و به خودی خود فریادی بر هر ستمگر خودکامه و طاغوت است. در ادامه این بیانیه بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی ضمن دعوت از تمام پیروان خاندان رسالت برای ادای حق این مناسبت عظیم به بهترین وجه از همگان می‌خواهد از مناسبت زیارت مقدس اربعین برای اصلاحات فراگیر اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی استفاده کنند. مراسم بزرگداشت اربعین حسینی در بیت آیت الله العظمی شیرازی. بیت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در روز اربعین حسینی همانند قلوب همه دلسوختگان آل الله در سراسر جهان غرق در عذاب و ماتم بود. در مراسمی که به همین مناسبت در دو نوبت صبح و عصر با حضور حضرت آیت الله العظمی شیرازی برگزار شد، ابتدا سخنرانان به بیان عظمت این روز و فضائل آن پرداختند و سپس مراسم نوحه خوانی و عزاداری برگزار شد. حضور شخصیت‌های مختلف مذهبی، اجتماعی و جمع کثیری از زائران حرم سید الشهدا علیه السلام در دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلا همزمان با اربعین حسینی. همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، دفتر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در کربلای معلا میزبان شخصیت‌های مختلف مذهبی، اجتماعی و جمع کثیری از زائران حرم امام حسین علیه السلام از اقصا نقاط جهان بود. همچنین مداح اهل بیت، ملا باسم کربلایی و جمعیت‌های مختلف سوگوار از کشورهای ایران، عربستان، یمن، کویت، الجزایر و نیز گروه‌های عزادار از نقاط مختلف کشور عراق در این ایام در دفتر مرجع عالی قدر در کربلا حضور یافته و مورد استقبال حجت الاسلام سید مهدی شیرازی قرار گرفتند. در این دیدارها و نشست‌ها ضمن اشاره بر لزوم توجه هرچه بیشتر به رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی در خصوص اقامه هرچه با شکوه‌تر شعائر حسینی، ضرورت اقتدا به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت و به ویژه امام حسین علیه السلام
به عنوان یک الگوی کامل جهان شمول مورد تأکید قرار گرفت. دیدار نمایندگان بیت آیت الله العظمی شیرازی از کاروانهای زیارتی در کربلا. جمعی از نمایندگان بیت مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در آستانه اربعین حسینی با حضور در مقر کاروانهای زیارتی حاضر در کربلا با نمایندگان این کاروانها دیدار کردند. در این دیدارها ضمن بررسی شرایط و مشکلات این کاروانها راه‌های سرویس دهی هرچه بهتر به زائران سید و شهدا علیه السلام مورد بررسی قرار گرفت. هیئات و کاروانهایی از کشورهای آلمان، فرانسه، نروژ، مراکش، الجزایر، افغانستان، کانادا، عربستان، بحرین، سوریه و نیز کاروانهایی از نقاط مختلف کشور عراق از جمله کاروانهایی بودند که در این برنامه توسط نمایندگان بیت آیت الله العظمی شیرازی مورد بازدید قرار گرفتند. فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلا و مؤسسات و جمعیت‌های وابسته در آستانه اربعین حسینی. همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی و در راستای عمل به رهنمودها و تأکیدات حضرت آیت الله العظمی شیرازی بر برپایی هرچه با شکوه‌تر شعائر حسینی، دفتر معظم الله در کربلای معلا و مؤسسات و گروه‌های وابسته به این دفتر در این شهر اقدام به فعالیت‌های گسترده و متنوع فرهنگی و تبلیغی نمودند. توزیع ده ها هزار جلد کتاب و جزوه فرهنگی و مذهبی از تألیفات و رهنمودها و نظرات مرجع عالی قدر آیت الله العظمی شیرازی با محوریت قیام و شهادت امام حسین علیه السلام و نیز زیارت اربعین، برپایی ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی و همچنین جلسات سخنرانی، اجرای نمایش های مذهبی و برپایی نمایشگاه از جمله این فعالیت ها بودند. استقرار مراکز پاسخگویی به مسائل شرعی و ارشاد و فرهنگسازی در مسیرهای پیاده روی زائران سید الشهدا علیه السلام نیز از جمله برنامه‌هایی بود که در این ایام به همت دفتر آیت الله العظمی شیرازی در کربلا انجام پذیرفت. برگزاری نشست‌های علمی در حوزه ابن فهد حلی کربلا به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی. در راستای عمل به تأکیدات و رهنمودهای حضرت آیت الله العظمی شیرازی در اقامه هرچه با شکوه‌تر شعائر حسینی، حوزه ابن فهد حلی شهر کربلا به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی اقدام به برگزاری جلسات و نشست‌های علمی با محوریت فضائل، قیام و شهادت امام حسین علیه السلام نمود. در این نشست‌ها که با حضور شخصیت‌های مذهبی، علمی و جمع کثیری از ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام برگزار شد، آیت الله شیخ عبدالکریم حائری به ایراد سخنرانی‌های علمی و تخصصی حول کتاب الخصائص الحسینی شیخ جعفر شوشتری پرداخت. خدمات سازمان‌ها و مؤسسات به زائران سید الشهدا علیه السلام در اربعین حسینی. سازمان خیریه سید الشهدا علیه السلام شعبه کربلا و همچنین مؤسسه رسول اعظم صلی الله علیه و آله در آستانه اربعین حسینی با استقرار مراکزی به خدمت رسانی به زائران امام حسین علیه السلام پرداختند. جمع کثیری از سوگواران و عزاداران سید الشهدا علیه السلام در این ایام با تلاش‌های نمایندگی‌های این مؤسسات از خدمات مختلف رفاهی، بهداشتی و فرهنگی برخوردار شدند. تشرف جوان مسیحی به دین مبین اسلام و مذهب تشیع در ایام اربعین. در ایام اربعین حسینی یک جوان مسیحی از کشور ترکیه با حضور در دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی به دین مبین اسلام و مذهب حقه تشیع مشرف شد. وی با اظهار این نکته که به بیماری ناعلاجی دچار و شفای خود را از امام حسین علیه السلام گرفته است گفت: این اتفاق سال گذشته رخ داد، اما من آن زمان از اظهار شیعه شدن خود هراس داشتم، اما امسال تصمیم گرفتم که با تشرف به زیارت سید الشهدا علیه السلام ایمان خود به اسلام و تشیع را علنی کنم. فعالیت‌های دفتر آیت الله العظمی شیرازی در شهر بصره عراق همزمان با اربعین حسینی. در راستای عمل به رهنمودهای آیت الله العظمی شیرازی در اقامه هرچه با شکوه‌تر شعائر حسینی، دفتر معظم الله در شهر بصره در آستانه روز اربعین با ایجاد مرکزی اقدام به ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی به زائران امام حسین علیه السلام نمود. در این ایام نمایندگان این دفتر با حضور در هیئات مختلف در مسیر زائران به بررسی و رفع مشکلات این هیئات پرداختند. ضمن اینکه هیئت‌های صادقی و جوانان حضرت علی اکبر علیه السلام در بصره نیز با توزیع مواد غذایی و همچنین اقلام و هدایای فرهنگی مانند کتاب و پوستر به خدمت رسانی به زائران حضرت سید الشهدا علیه السلام پرداختند. از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته این ایام در شهر بصره نیز می‌توان از برپایی مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی و ارشاد زائران تا
توسط مؤسسه اهل بیت علیهم السلام نام بود. دعوت آیت الله العظمی شیرازی برای یاری رسانی به خدمتگزاران زوار حسینی در ایام اربعین سید الشهدا علیه السلام. مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله پس از برگزاری اجتماع ده ها میلیونی شیعیان جهان در روز اربعین در پیامی با تجلیل و قدردانی از عاشقان و ارادتمندان سید الشهدا علیه السلام که برای خدمتگزاری زوار حضرتش در ایام اربعین مال و منال خود را در اختیار ایشان قرار دادند، خطاب به مردان و زنان با ایمان فرمودند: کسانی برای برگزاری اربعین حسینی تنها داشته های مالی خود را فروختند تا در برپا داشتن این مراسم بزرگ و الهی به بهترین وجه سهیم باشند، لذا باید مؤمنان به یاری آنها بشتابند تا آن هزینه را جبران کنند، که بیشک این عمل بهترین وسیله تقرب به خداوند سبحان است و حضرت باری تعالی این اقدام را 10,000 برابر پاداش می‌دهد. تجلیل بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی از شکوه ده ها میلیونی اربعین حسینی. بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی طی پیامی از تلاش بی‌شائبه تمام افرادی که در برگزاری اربعین حضرت سید الشهدا علیه السلام شرکت نموده و آن را با شکوه بی‌مانند برگزار نمودند، قدردانی و تشکر کرد. در بخشی از این بیانیه با اشاره به فرمایشات و تأکیدات مستمر حضرت آیت الله العظمی شیرازی در اقامه هرچه با شکوه در شعائر حسینی آمده است، تلاش‌های بی‌دریغی که در احیای زیارت مقدس اربعین صورت می‌گیرد، امید دشمنان اهل بیت علیهم السلام را برای انداختن نمادهای نهضت جاودانه حسینی به یأس تبدیل می‌کند. نهضتی که شعله آن در سینه مؤمنان به سان چلچراغی فرا راه بشریت را روشن می‌کند و چونان پرچمی بر هستی در اهتزاز است. مقر بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی در واشنگتن قرار دارد. شیعه رایتس واچ اقدام‌های تروریستی بر ضد شیعیان در عراق و پاکستان را محکوم کرد. سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق شیعیان جهان شیعه رایتس واچ وابسته به بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی طی بیانیه اقدامات جنایتکارانه جریان‌های افراطی بر ضد شیعیان عراق و پاکستان را محکوم کرد. در این بیانیه با اشاره به اقدامات تروریستی که همزمان با برگزاری مراسم اربعین منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از شیعیان عراق و پاکستان شده، از جامعه جهانی خواسته شده تا برای مبارزه با پدیده تحریک و تکفیر اعمال شده از سوی گروه‌های افراطی که از حمایت برخی کشورها نیز برخوردار هستند، اقدام عاجل صورت پذیرد. محکومیت اقدامات سرکوبگرانه رژیم عربستان سعودی. سازمان شیعه رایتس واچ دیدبان حقوق شیعیان طی بیانیه‌ای اقدامات رژیم عربستان سعودی در کشتار و سرکوب ملت تحت سلطه اش را محکوم کرد. در این بیانیه با اشاره به وقایع اخیر رخ داده در مناطق شیعه نشین عربستان و حمله به معترضان شرکت کننده در یک راهپیمایی مسالمت آمیز که منجر به کشته و زخمی شدن تنی چند از شهروندان شده، از جامعه جهانی و هیئت‌های بین‌المللی سیاسی خواسته شده تا با عمل به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود برای متوقف کردن اعمال خشونت‌آمیز رژیم عربستان سعودی اقدام کند. پیام سازمان جهانی نفی خشونت به اجلاس سران خلیج فارس. در آستانه برگزاری اجلاس سران کشورهای حوزه خلیج فارس، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمانان آزاده خطاب به سران و مسئولان کشورهای شرکت کننده در این اجلاس پیامی صادر کرد. این سازمان در پیام خود با دعوت از سران کشورهای حاضر در این اجلاس به طرح امور حیاتی مرتبط با سرنوشت شهروندانشان مانند دموکراسی، حقوق بشر و آزادی از آنها خواسته تا به مسائل مبتلا به امروز جامعهشان از جمله مبارزه با فقر و بیکاری توجه کافی را مبذول دارند. مقر سازمان جهانی نفی خشونت در واشنگتن قرار دارد. برای دیدن مشروع خبرها و خبرهای بیشتر می توانید به سایت شیرازی دانت آی آر مراجعه کنید. ادامه برنامه باشید. بعد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چی شد و تا حالا چی داره میشه؟ عمده مشکل، مشکل فهمیده هاست. جهنم داغ مال فهمیده هاست که چشم‌پوشی میکنه، غمیزه. جهنم داغ
مال فهمیده هایی که بی تفاوت رد میشن. خود حضرت سجاد فرمودن عالم بی تقوا بهتر اینه که عالم نباشه. یکی جاهل بود خیلی بهترش بود. علم لیس معه عمل لا یزید صاحبه الا بعدا عن الله تعالی. این روز به روز داره دور میشه از خدا عالم بی تقوا. اربعین خورشید است، آواهای جهان یک سر همه روزه و بارش‌های هستی همه اشک. اربعین حسین است، دل زینب برای مزار جدش پر می‌کشد تا به دور از چشم خونبار رباب، رقیه و سجاد و این کاروان داغدار پیراهن کهنه و خونین حسین را به سر روی خیش نهد و گریه های فرو خورده 40 روزه‌اش را یک سر رها سازد. این جانب یکی از خدمه حسینی نبی اکرم شهر سیدنی در سال 2004 به فضل خداوند تبارک و تعالی و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف و توجیهات و عنایات مرجع عالی قدر حضرت آیت الله سید صادق شیرازی تأسیس شد. این مکان سال به 12 ماه احیاء مجالس اهل بیت رو در خودش داره. الحمدلله از نظر مساحت حسینیه برای حضور عزادارای آقا امام حسین علیه السلام بالاخص در دهه اول محرم امسال حضور خیلی بی سابقه بود که حتی راهروی حسینیه، راهروی ورودی حسینیه برای اولین بار فرش شد و حضور تقریبا بین 1200 تا 1300 نفر بود از برکت خود آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام. کارهای فرهنگی وسیعی انجام میشه، از جمله فرستادن کتب فضائل اهل البیت به زبان فارسی و به زبان عربی و به زبان انگلیسی، چه به صورت این که مجانا پخش میشه و چه قسمتی که در حال فروشه. همچنین کلاس های مختص بچه هایی که اونجا به دنیا اومدن و زبان عربی رو خوب متوجه نمیشن، کلاس های خاص برای اونا از سن 6 سالگی تا 12 سالگی، کلاس های خاص تعلیم لغت عربی و قرآن و حفظ احادیث اهل البیت علیهم صلوات الله. همچنین کلاس های خاص برای نوجوانانی که در اون جامعه دارن رشد میکنن و سخنرانی های عربی رو درست متوجه نمیشن، براشون کلاس های خاصی هست به زبان انگلیسی، کلاس های عقاید و احکام. و تأثیر خیلی زیادی که این کلاس‌های انگلیسی بر روی نوجوانان ما در اون کشور داشته این بوده که سبب شده دختر خانومامون، عده‌ای از دختر خانومای مسیحی را شیعه بکنن و همچنین پسرامون که در اون کلاس‌ها تربیت شدن بتونن روی پسرهای جامعه مسیحی و حتی وهابی اثر بذارن و اونها رو شیعه بکنن. از جمله کارهایی که شد، کارهای فرهنگی،
ترجمه بیوگرافی آقا امام حسین علیه السلام شد به زبان انگلیسی قبل از تقریبا 6 سال و به صورت وسیعی در شهر سیدنی توزیع شد و اثرات خیلی خوبی داشته. کسانی که نمیدونستن، بلخص آقایون مسیحی که مقیم شهر سیدنی هستن و اطراف مرکز حسینی نبی اکرم، نمیدونستن که برای چی ما داریم این کارا رو میکنیم، برای چی سیاه میپوشیم، برای چی عزاداری میکنیم، برای چی تو سر و صورت میزنیم. اثر خیلی خوبی روی شناخت آقا امام حسین علیه السلام روی جامعه مسیحیت داشته. از نظر فرهنگ سازی در مرکز حسینی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف مکتب آیت الله سید صادق شیرازی دائما کتاب‌های به زبان فارسی ارسال میشه در فضائل اهل البیت علیهم صلوات الله و توزیع میشه و اثر خیلی مثبتی روی نسل جوان داشته و خواهد داشت. از نظر احیاء شعائر آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دولت استرالیا هیچ ممانعتی برای احیاء شعائر برای ما ندارن و برای احیاء شعائر از جمله سینه زنی وظیفه حضرت قاسم به صورت خیلی وسیع و مرتب و غمزنی به صورت خیلی وسیع که حضور هر ساله غمزنای ما تقریبا به 50 نفر میرسید. امسال به فضل خدا آقا امام حسین صلوات الله و سلام علیه بین 120 تا 150 نفر غمزن داشتیم. امسال برای اولین بار برای 40 آقا امام حسین صلوات الله و سلام علیه پیاده روی از چند خیابون شروع میکنن و به حسینیه ختم میکنن و بسیار منظم و مرتب و با علمها و بیرقهای عزاداری آقا سید شهدا در خیابونهای شهر سیدنی استرالیا راه پیمایی میکنن انشاءالله. عادتا در مجالس اهل البیت تو هیئات و در مراکز تشیع اختلافاتی به وجود میاد، اختلاف نظریاتی به وجود میاد. تنها شخصی که تمام این اختلافات رو حل میکنه و رهنمودهایی که در خط آقا امام حسین علیه السلام به ما رهنمود میفرماین فقط آیت الله سید صادق شیرازی میباشن، خدا حفظشون کنه، که یا از طریق تلفن هایی که از اونجا به ایشون میشه و یا اینکه حضوراً خدمت ایشون میرسیم و ایشون رو زیارت میکنیم و ایشون ما رو رهنمود میفرماین. با عمل کردی که مراکز شیعه در کشورهایی مثل استرالیا انجام میدن، یعنی خط و رهنمودهای اهل البیت علیهم صلوات الله نشون دادن به کل جامعه استرالیا که شیعه اونی نیست که دارن وهابی را تبلیغ میکنن از اسلام، نه، شیعه جدای از ایناست، یک امتی ان صلح طلب آرام و بدون دغدغه و بدون هیچ مشکلی و این براشون الحمدلله روشن شده و اینم نبوده مکر از برکت یک چنین مجالسی در یک چنین کشورهایی. شیعه و محب آقا امام حسین بالاخص
صلوات الله و سلام علیه، هر جای دنیا که بره فرق نمیکنه، چه قم باشه، مرکز دینی، چه مشهد باشه، چه کربلا باشه و چه استرالیا و آمریکا و لندن و پاریس باشه، احیاء شاعر آقا امام حسین را همون احیایی را انجام میده که در مراکز تشیع و دینی شهرهای خودمون انجام میدن بدون هیچ فرقی. امام حسین علیه السلام میفرمایند خداوند قائم ما را از پس پرده غیبت بیرون می آورد و آنگاه او از ستمگران انتقام می گیرد. به امید آن روز همه شما بینندگان عزیز رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار. یه اسمی از معروفین اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدید، ابو ایوب انصاری. این ابو ایوب انصاری کسیه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در هجرت وارد مدینه که شدن تو خونه این وارد شدن و این اون روز ازدواج نکرده بود، این با مادرش تو خونه بود، مادرش هم یه خانم نابینا بود. به پسرش گفت کاش که چش داشتم سیمای پیغمبر اسلام رو میدیدم. پیغمبر اسلام اول معجزه‌ای که تو مدینه کردن دعا خوندن، چشم این باز شد، این مادر ابو ایوب چشمش باز شد. ابو ایوب در یه عده از جنگا با پیغمبر خدا بود، پشت سر پیغمبر خدا نماز میخوند، در محضر پیغمبر خدا میمد، سخنرانی های حضرت حاضر می شد. بعد از پیغمبر خدا با امیر المؤمنین بود. آقایون مغرور نشی، ابلیس تا زنده هستیم زنده است، تا لحظه مرگمون زنده است. گاهی افراد را لحظه مرگ منحرف میکنه. ابو ایوب در سه تا جنگی که منافقین با امیرالمؤمنین داشتن، این به صف امیرالمؤمنین شرکت کرد، جمل و صفین و نهروان. بعد از امام حسن مجتبی، بعد از شهادت امام حسن مجتبی، در زمان امام حسین رفت زیر پرچم معاویه، نه پرچم معاویه، رفت زیر پرچم یزید ابن معاویه. خیلی باید به خدا التماس کرد نشه عاقبتمون اینجور، خیلی باید متوسل به اهل بیت شد نشیم اینجور.